به نام خدا. سلام علیکم مخاطبای عزیز و بزرگوار، جناب آقای دکتر داریوش سجادی رو در کنار خودمون داریم امشب. برنامه بسیار مهمی هست، حتما عزیزان سعی بکنن این برنامه رو در انتشارش به ما یاری برسونن. سلام جناب دکتر سجادی، حال شما؟ من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای علیپور و مخاطبین گرانقدرتون، و همینجا فرصت رو مختنم میشمارم و تشکر و تقدیر میکنم بابت زحماتی که شما میکشید. برنامه‌تون رو دور و دور من میبینم و همچنین دیگر عزیزان، و امید به اینکه این چراغ هایی که به برکت سوشال مدیا روشن شده و انحصار رسانه رو به روی شکسته بتونه در کنار هم دیگه اسباب تنویر افکار عمومی بر اساس واقعیت ها باشه. زنده باشید. یه سلامی هم میکنم خدمت مخاطبای عزیز رسانه خوب صحرا تیوی. عرضم حضور شما که آقا باعث افتخار ما هست که بار دوم هست که در برنامه ما حضور دارید. فکر کنم بله، افتخارش رو دارم برای دومین بار در شما بینندگانتون هستم. انشاءالله بتونم انجام بده. کنم بزرگوارید آقا، ما اول بگم خدمت مخاطبای عزیز که برنامه امشب ما حول یک موضوع خاصی میگرده، اون هم نزاع‌های با مورد یا بی موردیه که بین دوستان اصحاب رسانه و کسانی که شناخته شده هستن پیش اومده. در این موضوع میخواستیم با جناب آقای سجادی صحبت کنیم، اما چون آقای سجادی قرار بهمون حسابی درباره این موضوع توضیح بدن و صحبت کنن، همین اول برنامه اجازه بدید من یه پرچونگی بکنم جناب سجادی. نه خواهش میکنم بفرمایید که مخاطب شما هم توضیح بشن دقیقا که بعد ورود کنیم به بحث. سلامت بشید. نه حالا قبل از اینکه وارد موضوع بشیم، من خودم شخصا مصاحبه های شما رو تو شبکه های مختلف که به نام شبکه های معاند میشناسیمشون میبینم. من و تو که بود جمع شد و رفت به کارش دیگه، و ایران اینترنشنال و گاهی این رسانه های دیگر، بی بی سی و آقای همایون و اینا، مصاحبهاتون رو میبینم و واقعا آقا دست مریضات دارید. خیلی شدید لذت میبرم. این ذوق زدگی خودم رو اجازه بدید پنهان نکنم، چون واقعا برخی موقع ها یه جوابای هم بداهه هم سریع هم کوبنده به اینها میدید که من واقعا آقا از دیدنش لذت میبرم. دم شما گرم، زنده باشی انشالله. قربان شما، لطف دارین. حالا من چون شما ورود به این بحث کردین، اجازه میخوام منم از این فرصت استفاده کنم یه توضیح رو بدم. یه سری از دوستان حالا برخلاف شما یه سری دیگه گلایه میکنن بعضن که چرا مثلا شما میرید تو تلویزیون فلان یا رسانه فلان که معاند با سیستم، به نوعی دارین به اونا اعتبار میدین به حضور خودتون. من ضمن اینکه حرف این عزیزان رو نمیخوام نفی کنم، ولی همیشه گفتم و اجازه بدین آقای علیپور من اینجا هم تکرار کنم، خب ما تو تاریخ خودمون بزرگترین تراژدی کربلای حسین بن علی بود که شما دیدید که در فردای عاشورا زینب سلام الله علیه بودن که از منبر یزید در دارالخلافه اموی میره بالا و اون منبر رو تبدیل میکنه به تریبون علی خود در واقع دارالخلافه. حالا نمیخوام قیاس مع الفاقه خدای نکرده بخوام خودم مقایسه کنم، به عنوان مثال عرض میکنم یا به عنوان نمونه. حالا جوونا که خاطرشون نیست، منتها ما قبل از انقلاب هم مجله مبتذلی بود در تهران چاپ میشد به نام زن روز. خب مجله بسیار مبتذلی بود، داستان‌های در واقع مستهجن اون چه بود، عکس‌های مستهجن، اما علی رغم این در همون مجله شهید مطهری ستون گرفتن و 10 جلسه مفصل در رابطه با حقوق زن در اسلام اونجا صحبت کردن. وقتی اتفاقا ایشون هم مورد گلایه قرار گرفتن، پاسخ دادن که ما از تریبون‌های موجود باید استفاده کنیم برای تبیین مواضع حق، و انصافا آقای شهید مطهری تو اون مقالاتشون خیلی خوب تونستن پاسخگویی کنن به
اتفاقی که در اون مقطع افتاده بود، شما رو تو موقع نبودین، فیلمی به نام محلل در اون مقطع رفت رو سینما که به شکل بسیار مبتذلی مسئله محلل در اسلام رو در واقع بیان کرده بود که مطهری بر باب این قضیه ورود کرد به قضیه شهید مطهری و خیلی هم خوب در 10 مقاله مفصل از حقوق زن در اسلام دفاع کرد. حالا اینو عرض کردم که حضور بندم در این رسانه ها رو از این من خودم بیشتر از این بابت میرم که متاسفانه میبینید که عمدتاً یک جانبه و سیاه نمایانه تریبون در اختیار مخاطب قرار میدن. خب ما از این فرصت ها که استفاده میشه سعی میکنه حداقل اون کنتراست رو ایجاد کنیم که بیننده حرفای دیگه ای هم بشنوه که امیدوارم حالا با بضاعت اندکی من اثرگذاری داشته باشه. برای خیلی ممنون بابت لطفتون ببنده. زنده باشید. نه من این اعتراضات رو که دیدم نسبت به کار شما دارم که چرا داریوش سجادی به ایران اینترنشنال مثلا داره بها میده، داره اعتبار میده، این حرفا برام هم خوشحال کننده است آقای سجادی، هم از این طرف میخوام غر بزنم بین اعتراضات دوستان. خوشحالی من از این بابه که اینها با تمام بیعقلیشون وزن داریوش سجادی رو متوجه شدن که حضورش در یک رسانه‌ای میتونه باعث اعتبار بخشی اون رسانه بشه. از این حیث واسه خوشحالی اتفاقا، ولی خب از یه جهت هم ناراحتم به خاطر اینکه اینا اینقدر عقلشون نمیرسه که حتی خداوندم پیامبران خودش رو نازل کرد به عنوان مثال شخصی مثل حضرت لوط رو کجا مبعوث کرد؟ بین یک قوم عزم میخوام لواطکار، دیگه بدترین قوم روی زمین، یا همین پیامبر خودمون پیامبر اسلام کجا مبعوث شدن؟ در بین یک سری عرب وحشی که از اولیه ترین چیزهایی که در عالم مثل پاکیزگی و بهداشت بوده اینا بی بهره بودن، در بین اینها مبعوث شد. ما آقای داریوش سجادی رو وقتی مثلا کنار خانم المیرا شریفی میبینیم خوشحال میشیم تو شبکه 3 شبکه افق، ولی فکر میکنم رسالت داریوش سجادی بیشتر از اون نشستن در کنار اشخاصی مثل مثلا محشید حسینی است یا سیما ثابت است یا شهرام همایون هست. این رو من در واقع رسالت اصلی داریوش سجادی دیدم. خواهش میکنم، شما لطف دارین جناب علیپور. من حالا چون بحث این شد، حالا تا ورود بحثت نکردیم اینم بگم دیگه این بحث رو ببندم. خاطرم از حدود اگه اشتباه نکنم 5 سال پیش بود که یه سفری اومده بودم ایران، یکی از بزرگان، حالا اجازه بدین اسم نبرم، گلایه کرد به نوعی که میگفتش که چرا نمیای تو ایران در واقع مستقرشی این حرف رو بزنی. گفتم ببینید این حرفایی که من دارم اینجا میزنم اگه تو ایران بزنم خیلی پژواک پیدا نمیکنه، چون تو ایران به اندازه کافی مثل من هستن که حرف بزنن. اما وقتی در جای این حرفا رو میزنی که روند جاری برخلاف و همه دارن سیاه نمایی میکنن و در اون محیطی حرف زدن، پژواک صدا تو بیشتر میشه، واکنشا بیشتر میشه. و اینا به عنوان شوخی بگم، من هر بار یه مطلبی مینویسم که میبینم که مخالفای من به نوعی عصبانی میشن و شروع میکنن با رکیک ترین فحشا به من ناسزا میگن، اونجاست که مطمئن میشم که زدن به هدف و اثرگذار بوده. و میخوام بگم که متاسفانه یا خوشبختانه جغرافیای من به من دیکته شده و در این جغرافیا موظفم که به اندازه وسع و بضاعت و توانم من و امثال من تنها نیستم. خوشبختانه اون موقع که من اومدم امریکا شاید میتونستم بگم تنها بودم، ولی الان میبینم که الحمدلله در اروپا، در آمریکا کسای دیگه هم هستن که دارن به نوعی همین کار انجام میدن. و همونطور که در مقدمه عرازم گفتم، امید به این که این تک چراغ ها و فانوس ها بتونن به صورت نتورکینگ در کنار همدیگه اون در واقع انحصار شومی که رسانه های استکباری اعمال کرده بودن رو بشکنن، که شکستن هم به نوعی بشکستن. و امیدواریم که بتونیم هم شما همینطور که در داخل و دیگران دوستان در داخل در کنار همدیگه با هم افزایی بتونیم در این مسیر در حوزه جهاد طبعی منشأ اثر باشیم. سلامت باشید آقا، ما هر موقع شما تو این رسانه ها مصاحبه دارید خیالمون راحته. این مثلا مثل رضا یزدانی که میفرستیم المپیک، میگیم خیالمون راحته مدال میاره. آقای سجادی تو این رسانه خوب وارد بحث خودمون بشیم. آقای سجادی اگر اجازه بفرمایید، یه صحبتی داشتیم. میدونید که چند وقتی است که نزاعی اتفاق افتاد بین، البته این نزاعها خیلی زیاد بین عزیزان اتفاق میفته، این بار بین یه چپگرا و یه راستگرا، حالا من از دید من اتفاق افتاد. آقای رائفی پور عزیز و آقای علیزاده یک نزاعی با همدیگه پیدا کردن که بخشش هم اصلا فکر میکنم من روی سوء تفاهماتی بوده که این نزاع اتفاق افتاد.
یه برنامه هم ساختیم، یه مقداری توضیح دادم و خودم هم شخصا سعی کردم که منصف باشم، ولی خب چون یه مقداری سمت و سوی ما با آقای رائف پور بیشتره، شاید در حمایت از ایشون بیشتر سنگ تمومی گذاشته باشیم. وگرنه آقای علیزاده رو هم خیلی شخصا دوست دارم و بهشون خیلی براشون احترام قائل هستم. این دست نزاع‌ها آقای سجادی عزیز، خیلی واسم مهم بود که بدونم شخص دکتر سجادی چه نظری راجع به این اتفاقی که افتاده دارن و کامنت شما رو بشنویم در این باره. خیلی خوشحال میشیم برنامه رو بیشترش رو میدیم در اختیار شما دیگه، در این باره حسابی برای ما صحبت کنید ببینیم جریان چی هست. خواهش میکنم. من قبل از هر چیز باید صادقانه بگم از یک طرف خیلی متاسفم که ورود میخوام بکنم به این بحث. حالا چرا متاسفم؟ چون قبل از اینم خصوصی هم با شما صحبت کردم، گفتم که در موقعیتی که تمام اصحاب شیطان با هم متحدانه علیه مملکت دارن شیطنت میکنن، دیگه ما نباید این فرصت ها رو صرف درگیری با نیروهای خودی بکنیم. حالا اصلا میگه شما آوردین آقای رافی پور، آقای علیزاده، در حال با همه اختلاف نظرهایی که در حوزه های داشتن و طبیعی هم هست که دارن، اما در همسنگر بودن و همجبه بودن برای دفاع از ایران و منافع ملی ایران و حوزه انقلاب اسلامی تردید عمل داشت که اینا دارن به اندازه بوس و بزار خودشون زحمت میکشن. بنابراین من خودم به شدت احتراز دارم که بخوایم این جور بحث ها رو دامن بذاریم. حالا به هر جهت اتفاقی بود که افتاد و وقتی من در جریان قرار گرفتم، اتفاقا برنامه شما رو دیدم که در جریان قرار گرفتم، به نوعی هم متاثر شدم و هم خود من در واقع مصر بودم که این بحث رو با اتفاق شما با یه جوری داری در رفتاش صحبت کنیم که بلکه باعث بشیم که موجبات تکدر خاطر نیروهای نشه کشن ورود کنم. به قبل از هر چیز الان در صحبتتون فرمودین که در معرفی بحث گفتین سمت و سوی شما بیشتر به طرف آقای رافی پوره و من میخوام از همینجا اتفاقا از این نقطه وارد بحث بشم که زمینه که احترام میذارم به تعلق خاطر شما و دیگران، اما مهم اینه که به قول اگر اشتباه نکنم این حرف رو شهید مطهری زدن یا شاید هم کسی دیگه، ولی حضور ذهنی که دارم این بود که میگفتن که ما حق رو با افراد نمیسنجیم بلکه افراد رو با حق میسنجیم. برای من نوعی انقلاب اسلامی صاحب داره و صاحبش هم شناخته شده است. بعد از فوت مرحوم امام خاطرم از آیت الله خامنه‌ای در اولین بیانیه که در رابطه با فوت مرحوم امام دادن، یه جمله‌ای داشتن تو بیانیه‌شون که خیلی جمله کلیدی بود. فرمودن که این انقلاب بینام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست و این یک واقعیته که این انقلاب صاحب داره و اون صاحبش هم مرحوم امام بودن که با اندیشه های خودشون که چیزی نبود جز اندیشه اسلام این انقلاب رو پلتفرم کردن. آقای علینیا، یه شعری مرحوم امام دارن که این شعر حداقل برای من خیلی مهمه، یعنی یکی از اصلی ترین ارکان من برای حالا چه فعالیت های فردی چه اجتماعی چه سیاسی، این شعر خیلی اثرگذار بوده به این مضمون که امام میفرمایند که نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، هیچ هم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. خب این یکی از اصلی ترین پلتفرمایی بود که مرحوم امام از خودشون به یادگار گذاشتن که در واقع نوعی انانیت ستیزی منیت ستیزی بود که با امام در انقلاب لوگو شد. من یادمه که اوایل انقلاب بود که امام یه جمله گفتن که این جمله در تاریخ تحولات سیاسی ایران و جهان بولد شد و موند، این بود که لفظ شیطان بزرگ رو اطلاق کرده با آمریکا. خب ببینید آقای علی پور، اونایی که ما میشناسن میدونن که این ادبیات امام ادبیات طعنه سیاسی نبود. امام یک شخصیت عارفانه و مجتهدی بودن رام الشرایط که ادبیاتش ادبیات قرآنی بود. بنابراین وقتی لفظ شیطان بزرگ رو به کار بردن این طعنه سیاسی نبود، بلکه ناظر به سوره بقره آیه 23 اگه اشتباه نکنم بود که اونجایی که اشاره میکنن که خداوند وقتی انسان رو خلق کرد فرشتگان رو به تکریم انسان در واقع هم فرمودن و همه این کارو کردن بجز شیطان که اعتراض کرد به دین که من جنسم از آتش و انسان از خاک. یعنی به نوعی میخوام بگم که اولین نجات پرست تاریخ رو میتونیم بگیم شیطان بود که مبنای تفاوت خودش رو مبنای تمایز کرد. اما جرم شیطان از نظر من
این در واقع تمایز طلبی در مقابل انسان نبود، یعنی جرم اصلیش نبود، اون خودبینیش در مقابل خداوندی بود که وقتی امر کرد به چیزی در مقابل خدا دچار انانیت تفرقون میشه و دچار منیت میشه و باعث میشه که خودش رو ببینه به جای اینکه تمکین کنه. و این حرفی بود که امام به ما یاد دادن که برای ورود به حوزه های اجتماعی، فردی، سیاسی، هر چیزی ابتدا به ساکن جهاد با نفس مهمه که به شما تهذیب نفس بشه. باز جمله معروفی داره امام که میگن که بترسیدید از پذیرش مسئولیت ها قبل از تهذیب نفس. و این خیلی مهمه. بنابراین میخوام بگم که این شعر امام که شعر بسیار مهمی هم است به نوعی شناسنامه انقلابه. و من میخوام بگم که اگر قرار امام و انقلاب رو ما به نوعی به اندازه بذات خودمون همراهی کنیم، کمک کنیم، مساعدت کنیم، چاره نداریم که امام و انقلاب رو بشناسیم و از طریق مبانی تفکر و معرفت شناختی امام به انقلاب بستیم. در مجادله که شما فرمودین بین آقای رافی پور و آقای علیزاده که پیش اومد، من بدون اینکه بخوام ورود کنم به اون جزئیاتی که حالا طرفین به هم دیگه منسوب کردن، من اینه، من حرف اینه که نه آقای رافی پور، نه آقای علی پور، نه آقای علیزاده و نه من داره سجادی صاحب انقلاب نیستیم که ما بخوام تعیین تکلیف کنیم که کی میتونه بیاد تو، کی نمیتونه بیاد تو. اونی که صاحب انقلاب هم که گفتم مرحوم امام که پلتفرم‌های انقلاب رو تعریف کرده و اون پلتفرم‌ها چیزای غریبه هم نیستن که مشهوده. هر کسی که با تقید و تفتون به این مبانی معرفت شناختی ورود کرد به انقلاب بعد ازش ویلکامین کرد. و اتفاقا اونایی که با آگاهی و شهود و اشراق بر مبانی شعور سالارانه انقلاب ورود کردن افرادی هستن که ماندگارشون بیشتر بود. آقای علی پور برایشون دو تا مثال جالب بزنم که برای مخاطباتون هم میتونه مفید باشه. خب ما یه تو تاریخ جنگ شخصیتی داشتیم به نام شهرام زرقام اگه اشتباه نکنم. این آقای شهرام زرقام یکی از گندلات‌های کابار میامی زمان شاه بود. یه لاتبی سرپایی بود که کارش بود که تو میامی بود در واقع تلکه‌گیری می‌کرد که بعد از انقلاب ایشون پیوست به اردوی انقلاب و کارش به جایی رسید که به عنوان حر انقلاب اسلامی در جبهه شهید شد و واقعا متهم. اون طرف شهید آوینی رو ما داریم. خود شهید آوینی شخصیت بارزی بود که از طرف مقام معظم رهبری اطلاق سید آلاقلم گرفتن. ولی همین آوینی کسی بود که قبل از انقلاب در اوج ابتذال بود، کسی بود که شرب خمر میکرد، معتاد بود، ولی همین آوینی با تفتن به مبانی انقلاب اسلامی ورود کرد به انقلاب و به جایی رسید که شد سید اهل قلم. میخوام بگم که این دروازه باز بر اساس مبانی معرفت شناختی انقلاب، نه مطالبات من نوعی یا شما یا آقای رافی پور یا آقای علیزاده. باید این مسیر باز بمونه از طریق صاحب انقلاب. من قبل از که حرفامو ادامه بدم یه مثال دیگه بزنم از شخصیت امام که متاسفانه این شخصیت خوب برای نسل جوان شناخته شده نشده. امام یک عارفی بودن که فی الواقع از موزه اشرافی و اشراقی تولیت و تمشیت مسائل سیاسی کشور و جهان اسلام دنبال میکردن. آقای علی پور در اوج جنگ، من یادم مرحوم امام در جماران حسینیه جماران که مستقر بودن یک ملاقات عمومی داشتن با مردم و اونجا ایشون یه حرفی زدن که جماعت موجود در اونجا خندیدن به این مضمون که گفتن که من دعا میکنم که خدا صدام رو زودتر ببره. خب جماعتی که خندیدن متوجه نشدن که امام اینجا لطیفه نگفتن. در واقع ببینید از اون نوع نگاه عرفانی امام میخوام بگم که اولا نگفتن من نفرین میکنم که خدا صدام ببره، گفتن دعا میکنم. یعنی از یک منظر خیراندیشانه برای صدام نگاه میکنن، اون نگاه عارفانه. حالا چرا این حرفو میزنه؟ چون در ناصیه صدام دیگه این رو نمیبینه که بتونه رستگار بشه و برگرده، مسیر رو پشت سر گذاشته که متأسفانه هر چقدر بیشتر بمونه بر بار معصیتش در مقابل خداوند اضافه بشه. این نگاه عارفانه امام، این نگاهی که انقلاب رو مدیریت کرد، این نگاهی بود که از تو دلش جوانان و گوهرای شب چراغ مثل باکری، جهان آرا، شهید همت تا شهید سلیمانی رو تقدیم مملکت کردم. و میخوام بگم که هر آینه ما از مسیر تفتن به مبانی معرفت شناختی و خرد حاکم بر انقلاب اسلامی ورود کردیم، ما قدرتمندهای ماندگاری پیدا کردیم، نیروهای ماندگاری پیدا کردیم، مانند همین آوینی که برای شما مثال زدم تا شهید سلیمانی. اما همزمان میخوام بگم که مسیر دیگه هم در انقلاب ما مشاهده کردیم که برخلاف اون در واقع تفتن به معرفت های انقلاب امام، بر اساس یک هیجان زدگی و جو پیوستن به انقلاب. خب این مسئله کمی نبود، لطماتی هم داشت. ببینید حالا آقای
رافی پور از یک موضع خیراندیشانه مثلا اندیشی کردم برای مثلا آقای علیزه که این راه که تو میروی میتونه به ترکستان ختم بشه و بر اساس سری مبانی اشتراکی که مثلا ایشون استحصار کرده بودن، حالا نمیخوام بگم اتفاق میفته یا نمیفته، ولی از یه جهت درسته اگر بر اساس مبانی معرفت شناختی ورود نکنید به انقلاب و بر اساس سری سلیقه ها و ذائقه ها و هیجان های شخصی بپیوندید، نتیجهش چی میشه آقای علیپور؟ نتیجهش میشه اکبر گنجی، نتیجهش میشه آقای محسن مخملباف، نتیجهش میشه آقای مهدی نصیری که موقع مدیر مسئول روزنامه کیهان بود با اولترا موازه سوپر در واقع انقلابی و الان نگاه کنید الان مهدی نصیری کجا ایستاده در اولترا لیبرالیسم پشت سر گذاشته، یا آقای قاسم شولسری اگه یادتون باشه ایشون نماینده مجلس سوم بود از یک موضع به شدت حزب الله که طوری که در همه نطق‌های قبل از دستورش اول یک شعر خودش می‌سرود در توصیف شخصیت امام و حالا همون آقای قاسم شولسری الان آقای علیپور کجا هست نگاه می‌کنید در اون طرف خط و تندترین مواضع ضد انقلابی داره، یا آقای نوریزاده که یه موقعی در کیهان می‌نوشت الان کجاست و چی می‌نویسه، اینا محصول همون پیوستن به انقلاب نه از سر شناخت روی مواضع و مانیفست انقلاب اسلامی و امام بلکه بر اساس یک وجد هیجان‌های شخصی خودشون. آقای علیپور شما خاطرتون نیست در اول انقلاب همین آقای مصطفی تاج‌زاده ایشون یکی از شخصیت‌ها بود که به شدت مواضع رادیکال به قول اون معروف چپ خط امامی داشت تا جایی که مراسم عروسی خودش رو با انتشار یه سری اطلاعی در مسجد برگزار کرد، یک مراسم کاملا مذهبی، ولی همون آقای مصطفی تاج‌زاده وقتی عرقش در اومد همش سرد شد نگاه که الان کجا ایستاده و در چه موضعی. میخوام بگم ما متاسفانه این هزینه ها رو دادیم، کما اینکه شما در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی 45 سال گذشته نگاه که ما شخصیتی داشتیم مثل آقای منتظری. خب ببینید آقای علیپور، آقای منتظری شخصیت کوچیک نبود، چون قبل از انقلاب سابقه مبارزاتی داشتن، سابقه زندان داشتن، وزنه ای بودن در حوزه علمیه و بعد از انقلاب تا مرجعیت تا ببخشید تا قائم مقام رهبری هم رفتن جلو، اما چیزی که باعث میشه آیت الله منتظری با اون همه در واقع گرویتی و حجم و ثقل سیاسی تبدیل میشه به کسی که رو در روی امام قرار میگیره، من اسم میذارم چیزی نیست جز همون انانیت و تفرعون و چیزی جز همون شرک اول گفتم که مرحوم امام گفتن که نیستم نیست که نیستی همه در هیست که هستی همه در نیستی است، هیچ ما هیچ که در هیچ نظر فرمایی، اون چیزی که امام رو در ذهنیت مردم ماندگار کرد همون نفی منیت و انانیتی بود که امام در خودش در واقع تبلور داده بود و اون چیزی که دیگران رو متاسفانه دچار این خلجان ها و معوجات ذهنی سیاسی کرد که از دلش حالا چه منتظری چه اکبر گنجی چه دونم مخمل رافت و دیگران تا برسیم به همه آقایی که هم شما و من خوب میشناسیم که چه روند سینوچی تکه آقای امید دانا، اینا همه محصول پیوستن نه از سر عقل و خرد و آگاهی و تفتون بلکه از سر یه سری هیجان ها و احساسات کاذبیه که به صورت طبیعی عرقش هم در میاد. دم اومدیدی که اون امید دانا که یه موقع اون موازه میگه که برای آیت الله خامنه‌ای اسم درست میکرد ایزد نشان، بعد از ماجرای فردا به کجا به چه در واقع قهری از سخوت کرد، تنازع پیدا کرد به چه غری از ابتذال، همه این دارم خب بگم برگردونید به همه مسئله تفرعون و انانیتی که امام ازش ترس عنوان شیطان بزرگ یاد کرد. اجازه بدیم آغوش اسلام و انقلاب برای پیوستن همه باز این حرف من نیست، حرف امامه. امام بعد از قبول قدمان بیانیه صادر کرد و در بخش از بیانیه گفتن که آغوش نظام و انقلاب برای پیوستن همه و برگشتن همه بازه، اما مشروط به شروطی کرده که همون شروط مبنای معرفت شناختی انقلابی که بتونن برگردن و از تو دلش افتخارات درست کنن. من اشتباه یعنی فراموش کردم اول برنامه بگم، ولی اینجا میده شما در آستانه 45 سالگرد انقلابی هستیم که تا 45 سال گذشته بالاترین میزان شدائد و سختی ها رو متقبل شده و تحمل کرده، اما ماندگار مانده. ماندگاریش هم به اعتبار همینه که این انقلاب صاحب داره، هویت داره، مبنا داره. آقای علیپور خیلی حرف زد، ولی میخوام بگم اضافه کنم این حرف رو. من اینو یادم همین اخیراً یه جایی مصاحبه داشتم و دوستانم کجا بود و گفتم اینجا تکرار میکنم چون موضوعیت داره در آستانه سالگرد 22 بهمن. 12 بهمن ماه آقای علیپور وقتی مرحوم امام بعد از یک تبعید 15 ساله به ایران برگشتن، ایشون از فرودگاه مستقیم رفتن بهشت زهرا
و در بهشت صحرا خب سخنرانی کردن که بیش از حدود 4 میلیون نفر جمعیت اون موقع در بهشت صحرا تجمع کردن برای ایشون، در جمع اون در واقع تجمع بود که امام یه بخشی از صحبتشون گفتن که این پدر و پسر، منظورش محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه، این پدر و پسر قبرستان های ما رو آباد کردند و شهرهای ما رو ویران. آقای علی پور، اتفاقا از همون تاریخ 12 بهمن 57 تا زمان فوت امام که 10 سال میشد، قبرستان های ما آبادتر شد و شهرهای ما ویرانتر، منتها به اعتبار جنگ تحمیلی که به ما در واقع تحمیل شد و اقتصادمون خود در جنگ نتونست با مشهد شکل بیده و مردم اون نعمت هایی که فرمود بهشون برسه از انقلاب نچشیدن. علی رغم این میبینه که اون جوان طی اون 10 سال که امام بودن، همانطور که زمانش رو جونش رو در کف دست میگیره برای مبارزه با شاه، این بار جونش در کف دست گرفته برای ماندگاری حکومتی که چیزی هم بهش نداده، نه اقتصادش خوب شده، نه اتفاق خوب شده، زد و وضعش بدتر شده. چرا این کارو کردن که بعد از 10 سال اون سختی و شدائد وقتی امامشون از دست میدن، حالا 10 میلیون نفر در بیتابانه در مراسم تشییع جنازه‌شون شرکت میکنن؟ این امام چی داد به این جامعه که انقدر علاقه من بهش بودم؟ هیچی نداد جز اعتبار و منزلت. اون چیزی بود که امام همیشه میگفت توده های فقیر و مذهبی ولی نعمت های ما هستن، یعنی همون اقشاری که در زمان شاه تحقیر میشدن و تخفیف میشدن به اعتبار دینشون، به اعتبار مسکنت و فقرشون، این بار امامی رو شاهد بودن که اونها رو نه تنها تحقیر نمیکرد بلکه ولی نعمت ها جامعه بعد در واقع مفروش میکرد و همین ولی نعمت، همین اعتبار به اون شخصیت میداد، به اون اعتماد به نفس میداد، به اون جامعه اعتماد به نفس داد در میده که برای نظامش ماندگاری کنه، پای مردی کنه، جان نثاری کنه. و کرده 45 سال در سخت ترین شرایط تحریم های سنگین اقتصادی جنگ میبینیم ماندگاری کرده، که همین الان هم سنگین ترین فشار رو در داخل و خارج میارن. من یه مثال میزنم، زمانی که امام در نوفل شاتا بودن، همیشه اینو گفتم اینجا هم تکرار میکنم، با 4 تا کاست که میفرستن میاد اینور کپی می بیاد مکتوبش کپی میشد، اینا ما یک حکومت آوردن پایین با 4 تا کاست، اون موقع کاست بود. 45 سال از انقلاب گذشته، به اعتبار فضای رسانه‌ای، اینترنت، شبکه‌های تلویزیون رسانه‌ای متعدد، ماهواره‌ای، پولای هنگفت که داره در داخل و خارج کشور هزینه میشه، نتونستن این ساختار رو به چالش بکشن. دلیلش چیزی نیست جز اینکه این ساختار مستظهر به دو چیزه، یک مستظهر به پشتوانه مردمیش و دو مستظهر به یک مبانی معرفت شناختی که طی 45 سال گذشته هیچ گروه آلترناتیوی نتونسته به چالش بکشه اون مبنای معرفت شناختی. و اگر می‌کشیدن وضعشون این نبود. من اتفاقا همیشه هم گفتم ای کاش جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون قدرتمند داشت، چون در جوار یک اپوزیسیون قدرتمند شما جدال احسن پیدا می‌کنید. اما متأسفانه یا خوشبختانه ما اپوزیسیونی داریم که بیشتر کاریکاتوره و این نشون دهنده اینه که این انقلاب بی صاحب نیست، مبنای معرفت شناختی داره و به خاطر همین مبنای معرفت شناختی من و شما صاحب نیست که بخوایم ما تعیین تکلیف کنیم کی بیاد توش کی نیاد توش. اون کسانی که اون مبنای معرفت شناخت و شناختن میان توش بدون مجوز من و شما، و وقتی هم اومدن اتفاقا از من و شما ماندگارتر و جان‌نثارتر بودن و هستن، که ما اینکه دیدیم و نمونه‌های متعددش شاهد بودیم. ببخشید من اطاله کلام کردم، خیلی حرف زدم، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم، سلامت باشید. راستش اینقدر از شنیدن سخنان شما ما لذت می‌بریم، مثل یک لالایی اندیشمندانه است. البته لالایی کارش خوابوندن بچه هست، اونجا حرفای شما برعکسه، کارش بیدار کردن افراد جامعه. حالا اینم میخواستم بگم که ما ایرانی ها شاید هم جاهای دیگه هم اینجوری باشه، ما خودمونو فهم میدیم، نه دوستی بلدیم با هم دیگه بکنیم درست حسابی، وقتی هم نزاع میکنیم نزاع هم بلد نیستیم با هم بکنیم. حالا اختلاف نظر داشتن و گاهی نزاع پیش اومدن بین عزیزان، این اتفاقا باعث پویایی جامعه میشه. حالا شما این نزاعی که بین آقای رائفی پور و علیزاده است که اصلا سطحش خیلی پایینه، برید مثلا ببینید در سطوح بالاتر جامعه، اصلا بین علما مراجع سر مسائل فقهی همچین نزاع میکنن که مثلا دعوای آقای رائفی پور و علیزاده پیشش مثل یه گپ گفتمان ساده دیده میشه. منتها حالا نزاعی که بین اینا پیش آمد، مثلا به عنوان مثال میخوام بگم که چی شد که میگم دوستی هم بلد نیستیم دشمنی هم بلد نیستیم. آقای علیزاده از توییت آقای رائفی پور یه سوء برداشت داشت که ایشون بهش گفته مرتد، شما مرتد هستی، و واقعا هم منظور آقای رائفی پور این نبود، به عنوان روحانی دارم اینو میگم. منتها حالا این حرف و سوء برداشت، سوء تفاهم
آقای علیزاده شروع کردن که آقای رائفی پور احتمال نفوذی بودن داره، احتمال منافق بودن داره. من نمیگم نفوذیه، ولی این آقا احتمالی که نفوذی باشه هست. نمیدونم کاری که داره انجام میده، حالا یه روحیه هم دارن که یه کلمه بدی و جدیدی هم درست کردن، گفتن هری پاتریسم دارن پرورش میدن و احتمالا میخواستن ادامه بدن که طرفداراشون هم یه سری هابیت هستن که در گاندور زندگی میکنن و اینجور صحبت ها رو میخواستن بکنن. بله بله خدای پشت سرم های دکتر خراب کردن. یعنی یه کاری بکن بابا، میخوای اختلاف نظرت رو هم بگی، یه کاری بکن فردا بتونی حالا شست و تفاهم بود بخواید در کنار همدیگه کار بکنید. یه کاری نکنید که دیگه اصلا طرف حاضر نشه با شما حتی توی یک قاب تصویر قرار بگیره و با هاتون شاید بخواد یه مناظره ای داشته باشه. این دشمنی کردن هم ما زیاد جالب بلد نیستیم. حالا شما اسمی میذارید دشمنی کردن، من میگم بلد نبودن تمشیت امور در حوزه سیاست. ببینید آقای علی پور، من سال 1999 یعنی یک دقیقه شو بخواهم بگم شهریور سال 1378 بود از ایران اومدم بیرون و الان یه چیز نزدیک 25 سال در آمریکا دارم زندگی میکنم. خب قریبه نیست آمریکا در واقع مرکز تجمع یا کلونی فاشیست ترین نگاه های ضد انقلابه که تونترین برخورد ها میکنن. البته این شامل ایرانی های مقیم آمریکا نمیخوام بگم، ما خیلی قشر بسیار وسیع از ایران داریم که دارن آبرومندانه زندگی میکنن. دارم اون بخشی از ایرانی رو میگم که در حوزه سیاست اکتیو شدن، که من همیشه هم گفتم که اینا اهل سیاست هم نیستن، اینا بیشتر اهل بیزینس هن و لوزر ها و شکست خورده های هستن که در آمریکا ناکام بودن از یک زندگی مرفهانه و سعادتمند نامدن و این ناکامی خودشون رو از طریق تشبث به سیاست مابعزا میکنن، از طریق شکلک در آوردن به نظام مستقر در داخل ایران. به همین دلیل است که اعتراضشون فاقد علم و دانشه، یعنی فریز شدن در سال 57، نه مطالعه دارن، ذریب مطالعه نزدشون صفر، نه آپگرید هست دیدگاهشون، فحاشی میکنن، فحاشیشون عالی در سطح عالی، ادبیات ناسزاشون بالاست، بالاترین میزان فحاشی رو این 24 سال گذشته حالا افتخار سال شامل من شده و منم تعجب نمیکنم. بالاخره اینا هم برای ابراز وجود خودشون باید یه کاری بکنن، ولی خب وقتی چیزی در انبان ندارم به جز ناسزا، مجبور ناسزا بگن. من اینجا به خودم میخوام برگردم، ما در حوزه سیاست اگر ورود میکنیم وظیفه داریم پوست کلوف باشه. اگر بخوایم نازوگ تبعی کنیم و با دو تا ناسزا ما به اصطلاح پرخاشگری کنیم، خب اساسا اشتباه کردیم مورد سیاست شده. حالا الحمدلله بین آقای رافی پور و آقای علیزاده همچین ناسزاهایی مطرح نشده، ولی خب اگرم به قول شما ایشون به اشتباه برداشت کرده که من مرتد شدم طرف به اثر آقای رافی پور، که منم معتقدم همچین حرفی آقای رافی پور نزد، ولی یک فلتات لسانی بود که آقای رافی پور میتونست بهتر بیان کنه، اسم ایشون کنار آقای مثلا امیدنانه گذاشتن، این مقدار کم لطفی بود دیگه. به هر حال اون کجا الهال، من میخوام بگم که اگر یه مقدار سعی سعد نداری تو حوزه سیاست نیایی بهتره، چون خودمون هزینه شدیم و خودمون مستلک بشیم دیگه. مثال خودم زدم دیگه، بالاترین میزان فحاشی و ناسزا تو خارج کشور بالا منه، ولی یک بدون مبالغه میگم یک بار هم نتونستن و نمیتونن منو عصبانی کنن، چون وقتی شما ریخت شناسی کردی و میدونی که مبنای این ناسزاها چیه، به نوعی خوشحال میشی که میبینی اثرگذاری. وقتی اثرگذاری، به قول باز شهید مطهری میگه وقتی قطار حرکت میکنه به سنگ میزنن، تا ایستاده کشتی به سنگ میزنن. وقتی به ناسزا میگن، به قول افغانستان میگن، میگن تا باد بادک زمانی بالا میره که در مقابل مخالف بوزه. بنابراین من میخوام بگم که یه مقدارم دوستان تو این حوزه سیاست داشته باشن و دلچرکی نشن با چهار تا مسئله که حالا بهتره که رد و بدل نشه. اگرم شد حیفه، بخوام این فضایی رو که هم اول عرضم هست کردم، وقتی وحدت گسترده شیاطین علی کشور میبینیم، حیفه که بخوایم تراخایی که به نوعی داره در گوشه دنیا و ایران به اندازه وسوع بذارت خودش، که من دست تک تکشون به سمت خودم میبوسم، دارن زحمت بکشن در مقابل این مساف نادانه، حیفه بخواد اینها در خودمون مستعلق بشه و درگیر بشه. اون سه صدر رو باید داشته باشیم انشاءالله. بله، من حالا نمیتونم اینجا از آقای علیزاده بخوام سه صد داشته باشه، بعد با آقای رائفی پور بگم که تو هرچی دلت خواست بگو، ولی یه نکته ای رو هم میخواستم اینجا بگم. الان دم انتخابات هم هست، ناراحتی آقای رائفی پور و لحن تندش که من میدونم واقعا جای در بخشی از صحبتشون جای عذرخواهی هم داره، اونتا اینکه ناراحتی که آقای رائفی پور از سر
انتخابات مجلس داشت و کاری که مجلس 11 هم انجام داد، من این باستم یه مقدار قابل درک بود، عصبانیت رائفی پور و حالا بنده خدا آقای علیزاده دیگه نوک پیکان حمله یک دفعه شانسی قرار گرفت و اون حرفا رو شنید. باور کنید ناراحتیشم واقعا به حق هست. حالا آقای علیزاده در انگلستان هستن، مثل کسی میمونه که دور گود نشسته به کسی که داره داخل میجنگه میگه لنگش کن. آقای رائفی پور میدونه اینجا چه خبر هست و چه آخه ما مجلس فرض بفرمایید دهم رو مجلس خودی نمیدونست تو خیلی از موارد، با اینکه حالا آدم های خوبی هم توشون بودن، ما اینا رو بیگانه میدونستیم. بعد که مجلس 11 اومد میگه بیگانه اگر میشکند دردی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. مجلس 11 رفیقی بود که واقعا از پشت ما خنجر زد و خیانت کرد در حق ما، فریب دادن ما رو، کسانی که ازشون انتظار نداشتیم. حالا فکر کنید این ناراحتی عظیم در وجود رائفی پور جمع شده، یهو یک حاشیه‌ای اتفاقا در رابطه با انتخابات مجلس و نمایندگانی، حالا کاندیداتورهایی که میخواستن وارد مجلس بشن، یهو این اتفاق برای آقای علیزاده افتاد. ناراحتی های رائفی پور قابل درکه، اونطور که علیزاده اومد توی برنامه نزدیک به 3 ساعته هر اون چه که تونست بار آقای رائفی پور کرد، در اصل همش هم سوء تفاهم واقعا میتونست. آره آره الان دقیقا میشد و میشه زمین های همکاری بیشتری در خدمت هست. همینطوره، حالا خواهش میکنم چون بس مجلس مطرح کردیم، منم بدم نمیاد از همین فرصت استفاده کنم. ظاهرا این فرمایشی که شما کردیم داستان اون آخرین کاهی که کمر شطور رو شکست، که آقای لایفور انقدر انباشته شده بود که از بعد حادثه آقای علیزاده اون موقع تو تارگتشون قرار گرفت. ولی چیزی که مهمه، بله من حرف شما رو تایید میکنم، مجلس 11 اون توقعاتی که ازش مترتب بود رو نتونست اعاده کنه. من خودم خاطرم از حدود نم چند ماه پیش بود که بحث اون شاسی بلندا مطرح شد که دیدن مثلا نماینده گرفتن نگرفتن، یه بحثی هم مطرح شد که سر ما نگرفت هیچ گفتن نه به این صورت گرفتن. من همون موقع نوشتم چیزی، همین الان اینجا میخوام بگم، آقای نماینده مجلس که شاسی بلند گرفتید، اگر گرفتید دوش جونتون، مثلا هیچ مشکلی با گرفتنش ندارم، دارم میگم در حوزه مسئولیت مترتبتون خدماتتون ارائه کنید. شما چیکار کردید در ازاش که ماشین میگیرید؟ 10 تا به شما ماشین بدم، به شرط اینکه تون در واقع توقعاتی بر اساس اون شکل مجلس 11 که به قول فرمایش شما قرار بود مجلس به قول فرمایش رهبری در واقع مجلس انقلابی باشن، ما الان پرسش کردیم سر شاسی بلندای شما نیست، بگیرید بیشتر از اونم بگیرید، اما در ازاش خروجیتون هم باید ارائه کنید. این چیزی هستش که در واقع باید تو جنبش مطالبه گری و مطرح باشه. چون انتخابات پیش روی مجلس هم داریم، من از همین فرصت میخوام اتفاقا استفاده کنم و تاکید کنم که ببینید من این حرفی که دارم میزنم اینجا اولین بار دارم میزنم، احتمال زیادم بازم به خاطرش فوش زیاد میخورم، ولی خب مهمی است که ما دیگه عادت کردیم. آقای علی پور یادتون باشه یه شعاری چند سال پیش مطرح شد تحت عنوان اینکه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. من از این شعار خیلی خوشم اومد. حالا چرا میگم خوشم اومد؟ چون این شعار در واقع شعار دهنده این شعار افراد و گروه های براندازی بودن که از 76 به این طرف با فرصت 76 تونستن از طریق صندوق های آرا شیطنت آمیزانه روند براندازی رو از طریق صندوق بخوان دنبال کنن و نتونستن. وقتی این شعار اومد بیرون یعنی پذیرفتن که نمیشه. پذیرفتن که نمیشه چه با از درو دوگانه اصلاح طلب اصولگران نظام رو براندازی کنن و این ازش باید استقبال کرد. و بلافاصله همینجا میخوام اضافه کنم که مردم تجربه نشون داد که هیچ کس پشت سر شما نیست به جز خودتون. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو که جمله‌ای داشتن که میگفتن خداوند ما در این دنیا تنهای تنهاییم و در این دنیا کسی را جز تو نمیشناسیم و در این دنیا کسی را جز تو نمیخواهیم بشناسیم، ما را یاری کن که تو بهترین یاری کنندگانی. انتخابات پیش رو هم این ملت و این مملکت و این نظام مال خودتون، مردم حتما شرکت کنید، نه به خاطر اینکه وظیفتونه، چرا اونم هست، اما ببینید شما در کشوری دارین زندگی میکنید که همین 45 سال پیش حکومتی در این مملکت حاکم بود، پادشاهی در این کشور بود که با کمال بیپروایی میگفت در انتخابات حزب رستاخیز شرکت میکنید به زور یا پاسپورت میگیرید از این کشور میرید، و در حال حاضر 45 سال توی مملکت نظام اومده که تمنای شرکت شما رو میکنه، التماس میکنه که شرکت کنی و شرکت شما در انتخابات به این اعتباره که شما هر اندازه در انتخابات بیشتر رای بدید
بیشتر حکومت رو مدیون خودتون میکنید و حکومت رو زیر دین خودتون میبنید با رأی خودتون و حکومت رو پاسخگوی خودتون میکنید. از این طریق حتما باید در هر انتخاباتی هم از پارلمان، خبرگان، تا ریاست جمهوری، مردم به عنوان یک وظیفه و مسئولیت که حق مسلم خودشون از اون طریق دولت مردار رو منصوب میکنن و اون منصوبیت رو پاسخگوی خودشون قرار میدن. و انشاءالله که در اسفند ماه ما این انتخابات رو به نحو احسن داشته باشیم که دیگه آقای علیپور بعد از 4 سال الان نیاد بگله کنه که ما از شما در واقع هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا، دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند حرفی نیست از دوست بپرسید تو چرا میشکنی. انشاءالله تو 4 سال آینده آقای علیپور دیگه گله رو نداشته باشن. زنده باشه آقای داریوش سجادی عزیز. حسن ختام برنامه بسیار عالی بود، سفارش خیلی خوبی بود برای مردم. یه زمانی با رأیای اشتباه خودشون یه خرابکاری تو مملکت درست شد و الان همون آدما میگن خب ما دیگه پای صندوقای رأی نمیریم و اشتباه بزرگتری رو دارن مرتکب میشن. نه واقعا باید رأی بدن، آینده خودشون، سرنوشت خودشون رو درست رقم بزنن و اونجوری که شایسته است. امیدوارم که عاقلانه تحقیقم بکنن درباره نماینده ها و افراد درستی رو انتخاب بکنن که دوباره این اتفاق مجلس 11 تکرار نشه انشالله. آقای سجادی خیلی افتخار دارید واقعا امشب در کنار ما حضور داشتید. من لینک صحرا تی وی رو در تمام ویدیوها میذارم در توضیحات، توی این ویدیو هم در توضیحات هستش. مخاطبای عزیز من رسانه خوب صحرا تی وی رو دنبال کنن و از فرمایشات ناو آقای سجادی میتونن در اون رسانه استفاده بکنن. آقا خیلی خوشحالمون کردید، میفرمودید گاوی گوسفندی چیزی قربونی میکردیم اینجوری که بد شد. خیلی عالی، انشالله به زودی عازم ایران هم خدمت میرسم. وجود گاو گوسفند نمیگه یه لقمه نون پنیر با هم بخوریم برای ما دنیا اعتبارش بیشتر تو ایران. نون نمک هم حتما بخوریم تا در غربت بخوایم چلو پلو بخوریم. زنده باشید آقا. ما دیگه بیشتر از این برنامه طولانی نمی کنیم، شما هم بیشتر از این خسته نمی کنیم. همینجا مخاطبای عزیزم رو به خدا می سپارم. آقای سجادی عزیز اگر صحبتی نمونده شما هم به خدا می سپارم. عرضی نیست، فقط مجدد آخر برنامه تبریک میگم سالگرد 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و امیدوارم که سال آینده حتما سال بهتری باشه برای همه ایرانی در هر جای دنیا. امید خود یا علی، خدا نگهدارتون باشه. برونشو.